دوستان، اگه میخواید بدونید مکر حاج آقا ها چقدر هستش که دست شیطون رو هم از پشت بستن، تا انتهای این داستان جالب با ما همراه باشید. هر که با حاج آقا در افتاد بر افتاد. داستان سه شرط زن برای رابطه با حاج آقا. ملایی روی منبر نشسته بود و موعظه میکرد. ناگهان میان زنان زن زیبایی را دید و عاشق او شد. فوراً روزه را تمام کرد و رفت سر راه زن ایستاد تا اینکه زن از جلوی او رد شد. ملا افتاد دنبال زن و در یک جای خلوت صدایش زد: هی خانم خوشگله. زن برگشت و دید ملایی است که پای روزه آن نشسته بود. گفت: بفرمایید حاج آقا. حاج آقا بدون مقدمه رفت سر اصل مطلب و گفت: از موقعی که شما رو دیدم عاشقت شدم، یک دل که نه صد دل، بیا با هم خوش باشیم و صیغه من شو. زن گفت: حاج آقا از شما بعیده. حاج آقا گفت: هر چه بخواهی به تو میدهم. زن که دید حاج آقا دست بردار نیست به اون گفت: به شرطی قبول میکنم. حاج آقا گفت: چه شرطی؟ زن گفت: من سه شرط دارم، اگه قبول کنی خواستتو میپذیرم و صیغت میشم. حاج آقا گفت: شرط اولو بگو. زن گفت: باید روی منبر دایره بزنی و برقصی. حاج آقا گفت: این چه شرطیه؟ لا اله الا الله، اینطور که نمیشود. زن گفت: این شرط من است. ملا فکری کرد و گفت: شرط دوم را بگو. گفت: روی منبر فحش ناموس به مردم بده. حاج آقا گفت: توبه کن زن، این چه کاریست؟ من نمیتوانم این کار را کنم، کار به کتککاری میکشد. زن گفت: این شرط من است، میخواهی بپذیر، نمیخواهی نپذیر. ملا دوباره فکری کرد و گفت: خب شرط سوم را بگو. زن گفت: روی منبر بروی و شلوارت را پایین بکشی. حاج آقا گفت: من چطور این کار زشت را انجام بدهم؟ مردم تیکه پاره ام میکنن. زن گفت: اینها شرط های من هستند، اگر قبول کردی و انجام دادی منم خواسته تو رو میپذیرم. این را گفت و خوشحال با این فکر که ملا نمیتواند این شرط ها را انجام دهد و از شر ملا خلاص شده است، رفت. شب اول ملا در منبر گفت: از من سوال شرعی کردند، گفتم اینجا بگویم همه یاد بگیرند. سوال شده آیا دایره زدن حرام است یا حلال. سپس از زیر عبای خود یک دایره بیرون آورد، ایستاد و شروع به دایره زدن کرد و گفت: اگر به این صورت ساده بزنی حلال است. بعد شروع کرد به دایره زدن و رقصیدن و گفت: اگر به این صورت بزنید و برقصید حرام است. رو به زن کرد و گفت: اینم اولی. زن با خودش گفت: نه، آن دو شرط دیگر را نمیتواند انجام دهد. فردا شب حاج آقا روی منبر شروع کرد روزه سوزناک خواندن، همه را به گریه انداخت. مردم که در سوگ و گریه بودند فریاد زد: امام حسین را چه کسی کشته؟ شما بی پدر مادرها و خواهرهای خراب کشتید. نه، شمر کشته، یزید کشته. به زن اشاره کرد و گفت: این هم شرط دوم. شب آخر نزدیک مسجد که رسید خودش را عصبانی نشان داد و وارد مسجد شد. مستقیم رفت روی منبر. مردم به او گفتن: حاج آقا چرا عصبانی هستی؟ گفت: الله اکبر، ای وای بر ما. مردم گفتند: چه اتفاقی افتاده؟ چه شده؟ نگران شدیم. حاج آقا گفت: عرش خدا الان به لرزه در آمد، خدا همه ما را ببخشد. گفتند: بگو بدانیم چه شده است. حاج آقا شروع به گریه کرد و گفت: الان در راه یک عده اراذل و اوباش جلوی من را گرفتند و گفتند: تو صلاحیت نداری که در مسجد بروی روزه بخوانی. گفتند: چرا؟ گفتند: چون تو ختنه نشده ای.
ای مردم، من الان همینجا به شما نشان میدهم که این طور نیست و من ختنه شدم. بعد شلوارش رو پایین کشید و زود شلوارش رو بالا کشید. اشاره کرد به زن و گفت: آها، دیدی؟ اینم سومین شرط، الوعده وفا. زن همانجا غش کرد و پهن زمین شد و از مکر این حاج آقا در عجب ماند. هیچ وقت با آخوند جماعت در نیفت. هر که با آخوند در افتاد ور افتاد. امیدوارم که از شنیدن این داستان عبرت گرفته باشید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه دوستان عزیز. تا درودی دیگر، بدرود.